موشیزاده ما به شدت لذت میبریم در کنار بچه ها دقیقا. و کارمون هم خیلی زیباتر و قشنگتر میشه انشاءالله در سال آینده دیگه بچه ها تماما حضور داشته باشن تا کلی با هم بازی های قشنگ انجام بدیم، کلی کیف کنیم و از سال تحصیلی و همچنین آقا پایگاه تابستونی که داریم انشاءالله به شدت لذت ببریم انشاءالله. انشاءالله بله، سالی که گذشت خب به نظرم لحظات تلخ و شیرین زیاد داشت. یکی از بهترین لحظاتش به نظرم اون موقعی بود که بچه های عزیزمون بله می اومدن داخل مدرسه، کنار هم بودیم، لحظات خوشی داشتیم و آرزومون اینه که انشاءالله تو سال جدید دیگه بچه ها کامل بدون گروه بندی بله انشاءالله بله شرایط جوری بشه که حضور داشته بتونن حضور داشته باشن و ما هم در کنارشون باشیم انشاءالله. آقای عامری، اون چیزی که فکر میکنم الان باید به بچه ها بگیم این هستش که برای بله تعطیلات عید ما کلی برنامه در نظر گرفتیم. بله بله به شدت بله. بچه ها به نظر من هر روز گروه های واتساپی رو چک کنید، گروه دبستان رو چک کنید. هر روز کلیپ های خیلی زیبا، ویدیوهای خیلی زیبا ضبط کردیم. ما با یه گروهی شدیم که آقا یه کلیپی از تهران گردی که در چند قسمت خدمتتون ارائه میشه و خیلی زحمت کشیدیم. یه شایعاتی هم شده در مورد اون کلیپ های منشی زاده. چی بوده آقا شایعات؟ البته بنده اون شایعات رو نه تایید میکنم نه تکذیب میگم که در مورد ویلای شخصی شما بله بله, بله. در این کلیپ ها اومده که ویلای شخصی بنده و آقای بله. البته در مقابل ویلای شما که ویلای ما چیزی نیست، ولی خدمتتون عرض بکنم که بنده شنیدم که قرار هست ویلای شخصی شما به نمایش بذارید. والا من راضی نبودم به این کار، متاسفانه بچه‌ها فیلمی گرفتن و نه خواهش میکنم، ما در خدمت بچه‌ها آقا عاشقانه هستیم و لذت میبریم اگر برای بچه‌ها کاری انجام. واقعا هم همینطور هست، کادر مجموعه المهدی واقعا با خلوص نیت و عاشقانه در خدمت بچه ها هستن و امیدوارم که انشالله بچه ها امسال عید بسیار خوبی داشته انشالله. آقای عامری عزیز بله. اگر اجازه بدید حتما. اول برنامه‌مون یه دعا بکنیم. من خواهشم این استش که همه بچه های عزیزی که الان تو خونه هستن دستاشون رو به سمت آسمان بلند بکنن، یه دعا بکنیم برای شفای همه مریض ها، اون عزیزانی که هنوز درگیر بیماری هستن، انشالله به حق دلهای پاک بچه های عزیز همهشون شفا پیدا بکنن. خدایا به حق این عزیزان، به حق نیمه شعبانی که در پیش داریم، همه مریضامون رو شفای عاجل عنایت بفرما. الهی آمین. بسیار عالی. خب آقای عامری عزیز بله. بریم یه کلیپی ببینیم، بعدش انشالله در خدمت سرکار خانم رجایی بزرگوار هستیم، صحبت‌های ایشون رو گوش خواهیم داد و بعدم کلی برنامه داریم. بچه های عزیز تکون نخورید از جلو سیستم ها، بمونید، باهاتون کلی کار داریم. آقا در بریم برگرد مست و غزل خام زد حلقه به در نورو چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جا آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مجده عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین را شد سبز پدید آمد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هلهله در هلهله آواز پرستوی بهار آمد کل برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد. سنگبری نمونه رضوان شهر آغاز سال 1400 شمسی را به مست و غزل خام زد حلقه به در نورو چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مجده عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد مست و غزل خام زد حلقه به در نورو چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ
دجله عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد، سبزه یار آمد. به نام تغییر دهنده احوال، خوشا روزی که دیگر غم نباشد، به جام آرزو ماتم نباشد، بهاری جان فضا باشد، دل افزا و فرح انگیز و خالی از سرما و بیبرگی. یک بار دیگر در آستانه بهار طبیعت سالی جدید را آغاز می کنیم. در آستانه سال نو هم‌آوا با طبیعت، هم‌آوا با زیباترین جلوه های آفرینش باری تعالی، همراه باد صبا که سرود دلنشین زندگی سر می دهد، سلامی دوباره می کنیم به زندگی، سلامی به بلندای عظمت روح آنان که زندگان همیشه جاوید این دنیای فانی بودند، سلامی به بلندای اندیشه ناماوران عرصه نبرد زندگی، سلام و درود بر شما که پرورندگان کودکان این آب و خاکید، سلام و درود به ساحت پاک مربیان علم و اندیشه، سلام و درود به دانش آموزانی که دو سال متمادی به هر شیوه ممکن کلاس درس و آموزش معلم را رها نکردند، سلام و درود به معلمان این مرز و بوم که هماره ایثارگرانه به ایفای نقش در این مهد علم و ایثار می‌پردازند، همراه با نسیم صبحگاهان بهار، همراه با ترنم زندگی بر لبان شکوفه های تازه رسته بهاری، همراه با سکوت دلفریب سبزه های تازه روییده بر دشت سرسبز طبیعت، همراه با شقایق های تولد یافته بر دامان دشت، سال 1401 خورشیدی را به شما همراهان مسیر زندگی، به شما اولیای گرامی، به شما دانش آموزان، مربیان دلسوز، معلمان فداکار المهدی تبریک میگویم. شاد و سربلند زیست کنید. مست و غزل خام زد، حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار، روز من است امروز، چشمه به جو آمد، می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد، مژده عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد. به نام خدای مهربون، خدایی که همین دور و براس و همه ما رو خیلی دوست داره. سلام، من دانش آموز دبستان المهدیم. امروز که اومدم مدرسه یاد خاطرات گذشته افتادم، اون روزایی که با خیال راحت می اومدیم مدرسه و درس می خوندیم. آخه می دونید یه چند سالیه که شرایط یکم فرق کرده و حالا ما دیگه نمی تونیم بیایم مدرسه و از خونه درس بخونیم. معلم ها خیلی زحمت کشیدن تا ما مثل شرایط حضوری درس ها رو خوب یاد بگیریم. اما درس خوندن تو مدرسه و کنار بچه ها یه حال هوای دیگه ای داشت، تا اینکه شرایط کمی بهتر شد و آقای اوحدی مدیر مهربون مدرسه المهدی با کلی تحقیقات و جلسات شرایط رو جوری فراهم کرد تا ما حداقل بتونیم هفته دو بار بیایم مدرسه. کنار آقای اوحدی همه مدرسه زحمت کشیدن. آقای فتایی هر روز صبح با یه تبسنج دمای بدن دانش آموزا رو اندازه می گرفت.
آقای منشی زاده بچه ها رو تو صف نظم میداد و دائم به بچه ها میگفت ماسکاتون رو از رو صورت بر ندارید. آقای چکاوم کلی با کلاس پنجمی ها و ششمی ها تو حیات مدرسه صحبت میکرد و حواسش به این بود که دانش آموزا فاصله اجتماعی رو رعایت کنن. آقای گودرزی هم با همون سرود تمرین میکرد و شعر میکرد. خانم آصفی و خانم عباسی هم دائم برامون برنامه ریزی میکردن تا ما از درسامون عقب نیفتیم. راستی نگفتم براتون از زحمات آقای عباسی که هر روز قبل و بعد هر گروهی تمام نیمکت ها و میزا رو ضد عفونی میکرد. حالا ما دیگه خیلی خوشحالیم که هم از شرایط آنلاین استفاده میکنیم و هم با حضوری در مدرسه در زنگای ورزش کنار آقای عامری که بچه ها خیلی دوستش دارن ورزش میکنیم. تازه آزمایشگاه مجهزمونو بگو، کنار خانم فائزی یه عالم آزمایش جذاب یاد میگیریم. همینطور کنار خانم اسلامی مهربون و هنرمند نقاشی رو یاد میگیریم. آقای صدیقی و خانم ملکی هم ما رو با قرآن بیشتر آشنا میکنن. معلمای شاد زبانم یه عالم مطلب انگلیسی به همون یاد میدن. شاید باورتون نشه ما شورای دانش آموزی هم داشتیم و بچه ها کاندید مورد نظر خودشونو انتخاب کردن. کنار همه اینا آقای اوحدی برای پدر مادرها جلسات آموزش با خانواده با دکتر بهار دوست رو ترتیب دادن تا پدر مادرها فرزند پرورای بهتری باشن. حالا ما این مدرسه خیلی شاد و بهداشتی داریم با کل جشنای به یاد موندنی مثل یلدا و عکسای یادگاری که یه عمر یادمون میمونه. خدایا شکرت. خب بسیار بسیار ممنونم از سرکار خانم رجای بزرگوار، استفاده کردیم از صحبت‌های زیباشون و جا داره که چون کلیپ گزارش مدرسه در بله، شد یک بله. کلیپ زیبایی بود بسیار که عالی. دانش آموز عزیزمون جناب آقای آراد احدزاده بله صحبت کرده بودن روی تصاویر. من جا داره که آقای عامری بزرگوار دو تا تشکر جانانه بکنم. بسیار عالی. اول از کادر بسیار دلسوز مدرسه، از تمامی معلمین عزیزمون، از کادر اجراییمون که واقعا خالصانه در طی سالی که گذشت زحمت کشیدن برای بله. همه بچه ها. و یه تشکر ویژه هم بکنم از تمام پدرها و مادرهای عزیز، تمام مادران عزیزی که دلسوزانه در کنار بچه هاشون بودن و پدران بزرگواری که خارج از منزل زحمت کشیدن برای اینکه فرزندانشون در بهترین شرایط قرار بگیرن بله، برای بله. که بتونن لحظه ای از در واقع درسشون عقب نیفتن. و من آقای پیشنهادی دارم بله 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 بچه های عزیزی که الان دارن ما رو میبینن همین الان، حالا همین الان یا بعد برنامه؟ نه همین الان یا بعد برنامه. بزن بعد برنامه. بله بعد برنامه. از برنامه یادشون نره یه برنامه. نه دو سه بار دیگه یادتون نره. نه ببن حتما آقا دست پدر و مادرشون رو ببوس. احسن. و این بزرگترین در واقع ایدی هست که بچه‌ها میتونن. ببین ما به خاطر اینکه شما الان دقیقاً متوجه شید که به چه صورت باید ببوسید، بنده دست آقای منشی‌زاده رو میخوام ببوسم. نه 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 آقا فقط دست پدر و مادر. یعنی من دست شما رو ماچ نکنم؟ نه 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 فقط دست پدر و مادر. پس شما ماچ کن. نه من چرا؟ نه 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 فقط نه دیگه پدر. یا من ماچ کنم یا تو ماچ کن. نه یا آقا. نه من نه شما هیچ کدوم. فقط دست پدر و مادر. فقط دست پدر و مادر ماچ میکنن که بالاترین کارها هست. بله بله. خب آقای عامری بزرگوار بله بله به بنده خبرهایی رسید. بله بله به بنده خبرهایی رسید. بله. الان پشت صحنه بله. جناب استاد فتاحی بزرگوار، آقای گودرزی، بله. آقای اوحدی عزیز هم تایید میکنند. بله. مطلب من رو به بنده خبر رسید که شما گویا یک سفر بسیار بله. بسیار هیجان انگیز برای عید اصلا این چه خیلی عادیه جناب منشی‌زاده. ببین حالا امسال که اگه همه بچه‌ها میتونن مسافرت برن، بالاخره کرونا کمتر شده، ان شاءالله همه سه تا
دوز واکسنشون رو زدن. بله. و میرن. مگه شما نمیری مسافرت؟ والا من معمولا اعیاد رو یعنی عید نوروز بله. رو در تهران هستم، معمولا اردیبهشت خورده. درسته. ولی من شنیدم که شما یه برنامه ویژه‌ای دارید. بله. ما نه ما هر موقع اراده میکنیم میریم. شما مگه دوست داری بیا ببرمت. هر موقع اراده میکنید میریم. میریم ما مسافرت میریم. مهمونی میریم. با این مخارج جشن میگیریم. با این مخارج و شرایط. بله. چجوری شما؟ نه ما مجانی میریم. ما پول هزینه نمیکنیم، ما میریم. شما مگه دوست داری بیا ببرمت. همین آقای چکاومون پشت تعجب کرد. نه ما الان شما کجا دوست داری بری؟ والا من خیلی جا رفتم. واقعا؟ بله من ببینید از آسیای شرقی بگیر. آسیای شرقی. آسیای شرقی بگیر شما. جاهایی که هوا خیلی شرجیه. خب. شرقی شرجی رفتم. یا شرجی شرقی. اصلا اروپا هم رفتم. اروپا که اصلا بستگی داره. ولی حالا توضیح میدم. اروپا رفتم. خب. آمریکای جنوبی رفتم. جنوبی هم رفتم. آره. برزیل که اصلا اون به حساب خیلی مراسمات داره که شرکت کردم. چون من به مسائل فرهنگی کشورها خیلی احترام میذارم. ارزم به حضور آفریقا یه جاییش رفتم نمیاد، هر چی میخوام که مثلا جوشه برم آفریقا، آفریقایی هم چه جور نمیشه. عید نمیشه مثلا منم با شما بیام؟ مشکلی نداره. شما خودتون با خانواده برنامه ندارین؟ برنامه خاصی ندارم، ولی اونجوری که شما دارید تعریف میکنید میگید به راحتی هست. آره هزینه نداره. هزینه هم نداره. نه هزینه مجانی. من مهمون شما. حالا شما مهمون من نیستی، ولی اگه بخوای من ببرمت باید یه چیزی من بدی. چی آقا مثلا؟ مثلا یه شامی، یه ناهاری، یه بستنی، شیشلیکی. من یه شاندیز در خدمتم. آره یه شیشلیکی شاندیزه خوبه، ما میدی و من میبرم. خب حالا الان بله. چیکار بکنم؟ شما هیچ چی دیگه، شما ساکم نمیخواد برداری. ساکم نه دیگه، شما یه زیر شلواری، یه زیر پیرنی، عرضم به حضورت یه ملافه تمیز. حتی چون شما خیلی لاکچری بله. هر جایی مثلا نمیتونی از وسایلش استفاده کنی، حتما یه ملافه شخصی برای خودت بیه. اجازه بدین شما با خونه هماهنگ کن. من خواهش کنم آقای گودرزی اون گوشی منو لطف بکنید. ببین همه میرن، تو چه جوری نرفتی تا الان؟ من اصلا تعجب میکنم. من همه میرن تعجب میکنم. کاری نداره. محبت بفرمایید، ببخشید من یه زنگ بزنم. زمانش برای شما مهم نیست که کی برین. زمانش خدمت شما فرقی نمی ببین اگه شما داری برنامه میریزی. ببین صبح نمیتونیم بریم. من الان بگم کی تا کی ما اصولا صبح برمیگردیم. خب شبا میریم. بله. با زهرا زهرا بریم دو سه ساعته میریم میایم، شبا بریم 8 ساعت 8 9 ساعت میریم برمیگردیم. شما با چی با فضاپیما میتونیم؟ با فضاپیما بری، با جت بری، با هواپیما بری. خب با اجازه بدین، اجازه من زنگ بزنم. یه شیشلیک ببینیم بچه‌ها میتونیم امروز بگیریم ازشون. الو سلام، حال شما خوب هستین؟ من نبودم، دستم بود. آقا امید کی برمیگردین؟ ما؟ بله بله ما یه حالا اگه تو دوست داری من چند جا میتونم ببرمت؟ خب گوشی یه لحظه گوشی. چون میتونم چند جا ببرمت؟ دو سه روز پیش من باش. دو سه روزی پیش من باش. من دو سه روز دو سه روز میخوام ببرمش سفر حال کنه، لذت ببریزید. اصلا سفر بله رفتن بله. کاری نداره که. نه آقای آمری دیگه، با آقای باید فقط بخوای نیت می‌کنی میری. شما برید بله. نیت مهمه. قربان شما. قربان شما. بله آقا حله. خب آقا ما بریم سر راه. نه هیچی نمیخواد. شما یه 6 2 3 پست 4 پست شیشلیک میگیری؟ 3 4 پست که 2 3 کیلو بستنی اکبر مشتی. نه ببین بستگی داره. شما هر چی غذا بیشتر بخوری تصمیم موقع که میری مسافرت برات فولچتی تره. آره که داری شما اینجوری تعریف میکنی؟ خب ببین شما باید یه خونه ما سوال شد که شیشلیکو بخری، با هم شیشلیکو بخوریم. خب بعد سوار تاکسی میشیم نه. نه 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 شما باید بیاین خونه ما شیشلیکو بخورید. وقتی خونه ما هم نمیتونیم شیشلیکو بریم رستوران بخوریم، ولی بعد باید بیاین خونه ما. خب بعد چه خونه شما؟ باید بیاین خونه ما دیگه، اونجا بریم. میای خونه ی... نه نه میای خونه ما چای نباتو میزنیم. چای نباتو که زدیم یه جا برات میندازم اینجا، با فاصله یه جا برا خودم، دست همدیگه رو میگیریم، فکر میکنیم به ایتالیا مثلا، فکر میکنیم به روم، میخوابیم با هم خواب میبینیم با هم اونجاییم. بعد شکمت که پر باشه فولچتی میبینی، شکم یه ذره خالی باشه عجب میشی. مایجات هم زیاد نباید بخوری، خوشو از خواب بیدار میشی، سفر نصف کاره میمونه. تموم شد. تاثیرگذار بود. خیلی تاثیرگذار. خیلی تاثیرگذار. من همه سفرام همینجوری. مگه شما عزیز. به جز این راه هر جور دیگه هم میتونی بری مسافرت تو این شرایط اقتصادی؟ مگه میشه؟ بچه عزیز من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. چرا؟ سفر به خوبی؟ و اجازه بدید من یه زنگم به منزل بزنم بگم که جایی نرن دارن میام. آه تو میخوای باشیم بری؟ بله بله. کجا میخوای بری؟ شمال میخوای بری؟ حالا دیگه
به خودت ارتباط داره؟ شیش لیگ نمیخری برام؟ حال شما خوب هستی؟ بستنی هم نمیخری برام؟ من نه برنامه کنسل شو من دادم میام جایی نه خودش منو کات کرد گفت بابا رفتین کجا رفتین من 5 دقیقه از هنوز به شما زنگ زدم اصلا دوستش ندارن ولش کردن خیلی خانوادهش دوستش داره بچه‌ها با این صحبت بود. منتظر بودن اینو بپیچونن یه بهونه‌ای بشه آقا کاری نداری خدافظ شو نه نه من کار دارم ببین من بعد جش اصلا کار دارم خونمونم رفیقام اصلا جا خواب نداری نه ببین شیش لیک هم نمیخوام یه شیش لیک میدم دیگه چی؟ یه اکبر مشتی میدم دیگه چی؟ یه آب میوه هم روش طبیعی یا غیر طبیعی؟ نه طبیعی با کنستانتره بالا؟ دقیقا قول دادی ها ملافه نداریم ها حالا بریم نگی یخ کردی اینا نه سربا میخریم باش بریم دیگه همون بر باید بریم دیگه بریم برمیگردیم بریم بریم شیشلی که کوبایه باید بدی ها فرداش دیزی هم میدی
سلام عرض میکنم خدمت شما دانش آموزان عزیز و همچنین اولیای گرامی و امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه و همچنین به همه همکارانم هم که الان پشت دوربین نشستن دارن برنامه رو بعضی دارن مدیریت میکنن، بعضی دارن تماشا میکنن، بعضی هم که پشت دوربین از همکارا دارن پشت صحنه رو تدارک میبینن و امیدوارم که ایام نوروزی که در پیش دارید به کامتون خوش باشه و همچنین پر از سلامتی و پر از نعمات باشین. آقای منشی زاده و آقای عامری براشون یه حالا کاری پیش اومد و قرار هستش که برنامه رو برای شما بکنن، رفتن و الان خدمت شما میرسن و بنده هم در خدمت شما هستم. در ایام نوروزی که خواهید داشت، آقا این با کی همانگه؟ حالا در ایام نوروزی که خواهید داشت حتما مراقب سلامتی خودتون باشید، حتما هم آقا نکن وسط برنامه است حتما هم مراقب کوچیکتراتون باشید، داداش کوچیکتر اگه دارید، خواهر کوچیکتر اگر دارید مراقب اونها باشین. و آقا این با کی هماهنگه؟ آقای احدی؟ آقا ولو آقا کجا میای؟ آقا ولو آقا وسط برنامه است. آقا من نمیدارم، آقا من گفتم یا اینجا بکش. آقا تو کلام من فقط نگی، داره صدا ضبط میشه، داره صدا میره و اینکه الان تو نباید اینجا باشی. تو شما... کار منم نیا. شما پاتو بکش بلو. من پاتو بکش. او یکی رو بکش بلو. آقا این با کی هماهنگی؟ آقای احدی ایشون از کجا اومدن؟ آقا اصلا شما... آقا با کی هماهنگ کردی؟ با کی هماهنگ کردی؟ خب الان وسط برنامه است، دارم بچه‌ها رو می‌بینم. تو خودت اصلا با کی هماهنگ کردی؟ آقا من اینجا آقای احدی هماهنگ کردم. اصلا شما آقای نجفی ایشون رو کی هماهنگ کردی؟ آقا من آقای نجفی اینجا هماهنگ کردم، بیا اینجا برای شما. بابا ما مجری اومدیم اینجا. ای بابا نکن آقا زشت. آقا آقای احدی آقا من نباید با ایشون حرف بزنم اینجا. بله آقا من نباید تو نباید نباید من باید نه آقا تو نباید که نباید من آقا. باید من باید اینجا، تو نباید اینجا. کی گفته تو نباید باید؟ من اینجا باید تو اونجا باید اینجا نباید. آقای محترم آقای نجفی به من گفته کی باید؟ یه لحظه اجازه بده. بله نجفی گفتم من بایدی باید، او نباید، او نباید. آقا تلفنت جواب بده. آقا خوش آهنگ ما رو هی بابا. آقا من عذرخواهی میکنم. ببخشید بابا من تلفنم رو جواب بدم. برو پایین جواب بده، وسط برنامه است. خب جواب بده. برای اولو خیلی نزدیکی ها. باشه فاصله اجتماعی رعایت کنو. جواب بده بعد. الان میرم تلفنم رو بیارم جواب میدم دیگه. خب باشه. خب الو سلام رولا. برو بیرون. حالا چطوره؟ خوش صحنه. و اینجا منظرش بهتره. خوبی؟ خاصی؟ خوشی؟ زندگی خوبه؟ زنمو خوبه؟ پسرمو خوبه؟ پسر زندگی خوبه؟ پسر چه داد میزنی؟ من زبونم میگیره. زبونت میگیره داد میزنه. من هر موقع یه جایی هم به زبانم بگیرم مجبورم داد بزنم با بشه. آه الو. آقا کی کیه؟ هی کیه 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 کیه؟ خب من اول باید بپرسم این چیه؟ تو جواب تو را بدم که کی چیه؟ شما با کیه خودت کار داشتی؟ خب باشه بپرس. خب رولم ما گفتی چند حرفیه؟ جدول مگه داره میپرسه؟ آقا جدول داره میپرسه، زنگ زده جدول داره میپرسه. بابا وسط برنامه این بابا. آقا برنامه چیه؟ من کاری نه. اینجا منظرش قشنگه. بابا جشن آنلاینه. مثل گل بلنگه. جشن آنلاین دبستان المهدی. یه دوستی داشتیم بچه هم گفتن علی مددی قشنگه مثل گل بلنگ. بابا طرف شخص جواب. چند حرفیه؟ سه حرفیه؟ خب. آه یکی از وسایل سفره هفت سین. وسایل سفره هفت سینه. خب اولش چیه؟ سین داره. اولش سین داره. چند حرفیه؟ چند حرفیه؟ ای به تو ربطی داره؟ آه میخوای کمک کنی؟ میگوید که سه حرفیه. سه حرفیه سفره هفت سینه. سفره هفت سینه. ها فهمستم. چیه؟ سبزی پلو با ماهیه. بابا ها. اون سبزی پلو اون سوزی سرخ مرغ دیدن میخورنش. ببین سبزی پلو با ماهی. نه آقا سبزی پلو با ماهی. سوسیس تخم مرغ. سبزی پلو با ماهیه. سوسیس تخم مرغ تمام. سبزی پلو با ماهیه. سوسیس تخم مرغ دیگه اصلا رو حرفش حرف نباشه. آقا نه سوسیس تخم مرغ تو. خب نه سبزی پلو با ماهیه ما. خب پس چی؟ انار سابه.
بابا انار زابه که سر ریزش گرفت. خب شما ستا جدا کن. خب انار خب اضافه میاد که شما اضافه شو بده بچه ها بخورن. اضافه شدن بچه ها خوش انار دوست نداشتن. چرا الان من میگم انار دوست دارم. یه دونه انار دو دونه انار نکن بابا وسط جشن آقا آبروی ما رو جشن مگر بابا اینو جواب بده باشه خطه بچه ها انار اگر دوست دارید عدد یک به شماره 220002 پیام بابا ببین چی میگه رو لخوبی کیه خاصی چه خبر؟ اینو پیدا کردی خودت؟ خب بگو سوال بعدی. سوال بعدی قشنگ جواب بده. سیزه. سوال بعدی رد تماس نمیدیم 22 داش اولش. بله. میگویه که حیوانی که پرواز میکنه. خب حیوانی که پرواز میکنه چند حرفیه بگو سری برو پایین. حیوانی که پرواز میکنه میگه دو حرفیه. حیوانی که پرواز میکنه دو حرفیه. حیوانی که پرواز میکنه دو حرفیه بله. چیه؟ حیوانی که پرواز میکنه من رو آیفون بذارم بهتره. حیوانی که دو حرفیه. حیوانی که پرواز میکنه دو حرفیه. حیوانی که دو حرفیه چند حرفیه. دو حرفیه چند حرفیه. دو حرفیه. هی میگه دو حرفیه چند حرفیه. خب. آقا من فهمیدم. این دو حرفه چند حرفه؟ چی شو؟ زبانم گرفت. آها خب بگو الان هی میگه دو حرفیه دو حرفیه دیگه. خب باشه حیوانی که پرواز میکنه دو حرفه. خره. خر که پرواز نمیکنه چرا؟ خره نه مفهمه شما بهش وگی پروازم میکنه اوف شما خراتون پرواز نمیکنه خراتون خرا شما پرواز تیوفایو ما خرامو آقا ور این پشت خط بگو چی هستن اینا هیچ دیگه برار جا قربانت برم خب. این ببین ما ایجا اطلاعات ما ضعیفه شما لطفا بابا وسط برنامه قطع کن برو ماین خب جواب بده شما با 118 تماس بگی عزیزم خدافظ خب الحمدلله خدافظ 22 ول نمیکنم بله کیه؟ کی بود 22 از او کی بود؟ کی؟ او نمیدونم کی بود. خودی نمیدو صحبت کردی جواب سوالشو دادی جدول هر کسی نمیدونی کی بود؟ شما مگه هر کی زنگ میزنم میپرسی کی بود؟ بابا اولش نه همه بچه‌هایی هم که پشت دوربینا نشستن دارن پشت تلویزیون نشستن دارن گوش میکنن نه میدونن. نه ما آقا هر کسی زنگ میزنه اول میپرسی کیه چیه؟ آقای عزیزی آقا ورک شهروند بود یک هموطن بود ما آقا الان سر زور تو الان نهارم نخوردی؟ بله نخوردی؟ بله نه نه ما نهار نخوردیم شما هم نهار نخوردیم؟ نه نه اونایی هم نهار نخوردیم شما هم نهار ندادن؟ نه به قبلی هایی هم نهار ندادن آخه ما مشکل ما چیز دیگه تو دنبال نهاری؟ آقا میگه اگه اومدی اینجا نهار نه ما نهار نخوردیم دور میمیدن خیر ما نهار نخوردیم خب باشه خب. آقا من برم آقا برو این خب. گوشیتم بردار این 22 اول نمکنم آره. من این رو بدم به این 22 اول رو چی میگم الان میایم ها نه برو نه کار دارم برو. نه کار دارم بذار این 22 اول رو برسانم شماره های با کلاس زنگ میزنه آقا موشی زاده ما عذرخواهی میکنم وسط برنامه یک مهمانی یه هنرمندی رو ما در چرا دوباره اومدی بس؟ از جلو اچ‌دی تری آقا برو بشین ته برنامه بره. برو اون ته بشین بره. برنامه رو نگاه کن بره الان هم قراره یه مهمون دعوت کنیم یه هنرمند قراره بیاد اصلا بهتره کن برو یاد بگیر هنرمند میخوایی؟ برو آفرین نه هنرمند میخوایی؟ نه هنرمند داریم نه من هنرمندم خب باشه بله تو هنرمندی؟ بله اون سیر میده تو هنرمندی؟ بله هنر چی داری تو؟ من شعر میخوانم تو اهل شعری؟ شما ریشت هم از خره کن باش تو اهل شعری؟ بله نخر من اهل شعر نیستم خب اهل کتب من اهل دهاتمونم آها اهل دهاتتونی؟ نه 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 دهاتتون نه خب دهاتمون دهاتتون ده پایینی مایه ما ده بالایتری از دهاتتون هستیم میشیم دهاتمون آه خب الان اسم دهستانتون چیه؟ اه درست شد اسم دهستانتون چیه؟ دهستان نه ببین اچه اصلا تو نفهمی من چی میگم خب توضیح بگه بقیه بفهمم ای دهاتتونه آها دهاتتون این پایینی ها ای دهاتتونه خب ای دهاتمونه این دهاتمونه که میشه دهات ما خب ای دهستان بالاییه خب چه داره میلرزه این ای رو کوهستانه باد میاد اونجا نه زشته جلوی بقیه زشته نه من نه اونجا باد و بارانه خب شده حالا اونجا اینجا بله خب اصلا بلش کن دهاتمونه آقا گفتی اصلا اهل شعری و شعری بله بله خب یه شعر بخون برای ما ببینم واقعا بخونم آره یه شعر بخون بچه حال کنم آماده ای؟ آره آماده ای پس بخون نه تو قراره شعر بخونی تو گفتی من شعر بلدم پس چرا تو آماده ای؟ خونه تو گفتی که من آماده ام که شعر بشنوم برو آماده ای؟ آره برو من آماده نیم ای باش خوش شعر میخوام بخونم باید آماده باشم یا نه خب بله الان فرض کن آماده ای و میخوام بخونم الان تو باید منم مساج بدی من آماده بشم خب باش وای خدا بیدیم
خب بس خب بس این دستو من ماساژ میدی بابا شعر بگو دیره چایم نداریم آماده ای؟ بله پس بخ... نه هیچی خودم مخونم الا ده او ده بود بنی چه جوری نگاه میکنی؟ خب تو به سعدی هم اینجوری نگاه میکردی خدا بیامون نمیتونه شعر بخونم من واسه خواهی میکنم شعر تو نخون دیره برو رو تک او بر خب باشه اینجوری بد نگاه میکنه برو بنی آدم گیچه؟ دستی را باید میکشید خب باید گویدون توی فایدیم بنی آدم اعضای به چی فکر میکنی؟ بنی آدم اعضای چی هم با هم باشه؟ شعر معلومه دیگه بنی آدم اعضای یک دیگرند آفرین داخل خانه کرد اصلا فکرش رو نمیگرم بقیه شا بلد دیدی؟ نه من بلد نیستم بگو بچه اصلا هنو تازه من نگفتم آفرین بگو من باید بجوش که تو یاد بگیری بگو ببینم آماده ای؟ بله بنی آدم اعضای یک دیگرند بنی آدم اعضای یک دیگرند آفرین باری کلا که سر یک پوفیلا به هم میپرند که سر یک پوفیلا به هم میپرند این چه شعریه؟ شعره دیگه با شاعر تو قبل لرزی نه این شاعره خودم هم من آقا بار مسخره کردی اهل هنرم نیستی برو بشی برو بشی اهل خب یه بازیگر بگی میاد اصلا به ترک آره بابا یه بازیگر دعوت کردی به جلو بچه ها میشه من یه خواهش کنم بابا شما بیای برنامه تایمش نه من از این بخوا خواهش کنم خب بیا از اون خواهش این بخوا خواهشم بیشتر میاد خب بگو الان چی شده من میخوام سفل فریتی بشم چی بشی؟ سفل فریتی سفل فریتی اینایی که اون... سفل فریتی هست عکس میگیرن با اون اون سلبریتیه ها همون میخوام بشم سلب سلب ریتی ریتی حالا بگو سلبریتی سفل تری تی تر تر تی تی خب اصلا هیچی ولش کن ها خب. حالا بیا حالا تو چی؟ حالا بگو سلبریتی بشی که چی؟ ببین شما دستی بر آتش هنر داری؟ خب بگو دستت سوخته است خب. یک تست بازیگری هم من بگیر بابا جلو دوربینی وسط برنامه بیا تو تست بگیرم تو یک تست بازیگری بگیر حالا من تست از تو بگیرم میری؟ میرم قول میدم به جان جوجه هم برم و جوجه دارم رنگی خوشگل قرمز اگه به رفتن تو باشه من تست ازت میگیرم برو تست اول تست اول آماده ای؟ نه قرار تو تست بگیر آماده ای؟ من آمادم خب آماده شروع کن بریم نه قرار من از تو تست بگیرم من تست بگیرم آره من تست بگیرم من تست از کی خیلی خوب بریم برای تست بگیرم تست اول تست دوم تست اول تست دوم تست دوم تست دوم خیلی خوب بریم پس تست نه. دوم نه تست اول تست دوم خب گذاشته باش زرکا را دست تو بریم تست اول تو. بگو فرض کن که شما میخوای بری بله خوب گوش کن بله فرض کن میخوای بری بله نه از عقب باستا نه تو میگی خوب گوش کن نه نه یه ذره عقبتر گوش کن آه دیمه. نه بچه اسمیم آره اینجا هالیوود فرض کن میخوای بری خبره خبره فوته فوته کی نزدیک باشه یه فردی رو به همسرش بری الان نباید داری تو حس سکینه خانوم همسایمون مون نه آقا سغرا خانوم همون آقا وایس سغرا خانوم همون آقا وایسا گوش کن فرض کن که بله فرض کن میخوای بری بله خبر فوته شوهرش رو بهش بدی بله میری دم در خونه در بله. میزنیم میاد پایین خیلی با ملاد میگی خلاص من یه سوال بپرسم الان برو تو حس الان میخوام حس بگیرم برو بری من خانهشان دوره یا نزدیکه خب چه فرقی میکنه خب بری بگی و ندیا اگه قراره دوره من با اسنپ برم یا با اتوبوس پولش از کی میده؟ من بازیگر همینجاست. اصلا رود نه دوره نه نزدیکه. همینجاست. همینجاست. میخوای در بزنیم؟ فلا. چه خانه خوشگلی داره. بابا فرض کن اصلا این اونجا دکور برنامه است. بابا بلا. فرض کن. خب من زنگ بزنم بیاد دم در یا در بزنم؟ در بزن. در بزنم؟ آره در بزنم. مثلا در بزنم. من برای خودتو میگم زنگ بزنم بهتره ها. الان همه آیفون داره. فیلم باید هزینه بشه. بعد میگن کارگردان خسیس بوده تهیه کننده. نخواسته هزینه کنه آیفون نذاشته. ها من برای خودت من گفتم. خود دانی. خب باشه زنگ بزن. زنگ بزنم؟ بله. زنگ بزنم؟ آره زنگ بزن. میخوای در بزنم؟ وای بابا در بزن چه فرق میکنه زنگ اول میگی زنگ بعد میگی در در عکس داره چه عکسی داره مثلا در تق 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 عکس داره بعضی درها اینجوری تق 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 خب این خودش هنریه بیننده جذب سینما میشه الان با کدوم راحت تری در زنگ بزن یا در بزن در بزن خب در بزن باش
در بزنم. برو بریم. بریم. در میزنی میریدم در خونه، در میزنی در رو باب. بله. میگه خبر فوت. بس دیگه فهمیدم. برو ببینم. اینه برو. تخ تخ تخ. تخ تخ تخ. آفرین. تخ تخ تخ. خدا حافظ شما. کجا میری؟ خب کسی خونه نیست در با کنم. وای بابا کجا... در زدی بس کن، در باز شده. آقا من قرض نمیتوانم و چی جوری بقیه فرض کنم که این کسی آمده بابا با یکی بیایی در بکنم. آقا من با میسم فرض کن اون شخصم در با میکنم و به من خبر رو بده. برو بریم در بزن، میریدم در خونه در میزنی، من در با میکنم. تو وای میسی؟ خب من وای میسم. آره یعنی فرض کن من اونم. الان من یعنی الان تو همسر مرحومی؟ خب من یه ذره فرضم سخت میاد یا تو همسر میزنم. چشم باشه. خب برو. آماده ای؟ برو. بله. سری با کمتل نمیخوام بشم. برو بریم. کار دارم باید برم. تخ 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 تخ. بله بفهم. سلام خواهرم. سلام علیکم. مرگ حقه. بله. شوید و مرد. این چنو گفتنه؟ سری گفتم تاثیرگذارتر باشد یه. بابا طرف پس میفته، نباید اینقدر سری بگی. خب چی جوری باید بگی؟ بعد یه ذره با آرامش، یه ذره بعد با آرومی بگی. آها به آرامی بگی. آره با آرامش. باش. برو بریم. تخ تخ تخ. همش بعد دو بار بزنم در پله بعد بیاد تا پایین مثلا. تخ 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 تخ. بله. در با کردم. سلام خواهرم. سلام علیکم. حالت خوبه؟ شوید و مرد. خیلی آرومتر بگم. بابا گفتم با با لت. شاید و مرد. دیگه اگه بخوام آرومتر بگم عکس داره. برو. شاید و مرد. نمیخواد، نمیخواد، نمیخواد. اصلا به خودت فشار نیار. اصلا تو من اگه بخوام دیگه در گوشی بگم نمیشه. نه 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 اصلا نه نه اصلا نمیخوام. اصلا نمیشه. اصلا تو این فضا نیست. ول کن. بله. میریم یه تست دوم میگیرم، این چه هیچی ولش کن. اینو که قبول شد. آره از قضا میریم توی شادی. بریم خودت آقا. شادیه. خودت کنترل کن، تو بازیگری سلبریتی. بله. من نقشه فاخری بازی کردم. میریم برای تست دوم. نباید کارای جلفی بکنی. آفرین. میریم تست دوم. تست دوم. تست دوم. تست اول. آفرین. یا تست آخر. تست دوم. قرار تو با بابا. با بابایم. آره قرار با بابا. یعنی با پدرم. بله. یعنی با بویایم. بله. یعنی با شوهرم مادرم. بله. یعنی با پدر خواهرم. بله. یعنی بابا بر کن. ببخش. با پدرت قراره بری خواست. بله. اون چیه؟ این بوها ودیه. خب من باید حس کنم بوهای اینجا. سلام بوها خوبی؟ سلام پشرم خوبی؟ اوی بوهای منه. سلام کن به بوهای من. سلام. بی تربیتی نکنی. سلام علیکم. سنی خب. ازش گذاشت. قراره با پدرت بره. بری خواستگاریه. بله. دختر عمر. نه آقا جان من نمیرم. من دختر عمم اصلا دوست ندارم. بابا فرضه. نه آقا اینا خسیسه، اینا تولد من 5 ساله بود پاچو لیوان آورده، اینا جواز بده نیست. بابا اصلا اون رسمی نه ما نمیرم. من کادو پاچو لیوان میبرم. یه گزینه دیگه. ای بابا با یه گزینه باشه که من قلبم راضی به این ازدواج باشه. خب باشه فرض کن قراره بریم خواستگاری دختر دایید. چی شد؟ چی شد؟ برم بگیر. خب گرفتمه. دارو و دست میرم. برای چی؟ زوق بکردم. بابا کتو کنترل خب. کن زشته جلو دوربینا. فقط یه سوالی کدوماشون؟ کدومه رو بیشتر دارم؟ چند تا هم؟ هفت تا دختر دایی دارم. خب کدومو بیشتر دوست داری همون؟ میشه بریم خواستگاری از بزرگه؟ خب باشه میریم خواستگاری بزرگه. میریم خواستگاری بزرگه. قرار به آباد بری خواستگاری. بابا آباده. خب باشه میری میری خواستگاری دختر دایی بزرگت. بله. و اونجا بله دایید بشه. بله. بابا من این صدای بابا من بله زیاد میگه. بله. میری اونجا بره. اونجا قراره به تو جواب نبدن. چه عکست چیه؟ فرض کن رفتی خواستگاری دایید به تو جواب نمیده. چیکار می‌کنی؟ بوا جان بریم. کجا؟ خب با جواب منفی دادی. خب باشه فرض کن تو اینو خیلی دوستش داری، چندین سال نشستی که بری خب خواستگاریش همچنین یه دفعه که نمیرن که دایی من یه ذره خواهش یه ذره التماس آقا به من بدی دخترم فرام. نه من میخوام بدانم خب چرا دایی من به منی که خواهرزاده عزیزشم نباید دختر بده.
خب مثلا بعض مثلا دایی دستو یه بیادبی دیده مثلا نمیخواد مثلا. آقای عزیز بیادب خودتی؟ نه دایی دیده. شعور شما کجا را دیده؟ دایی دیده من ندیدم که دایی دیده. من ندیدم آقا که بس آقا دایی من بگرد دایی من حق من گردن من حق داره دایی من تو نباید بگی سب کلا آقا کلای من را بده اینجوری نمیشه. دایید گفته اصلا من قرضی نداره. از اینجا بیرون میایید ها؟ فرض کن من فرض قرض نمیآید. آقای بازیگر شما جرأت داری پایت رو اینجا بیرون بگذار. آقا داره تهدید میکنه. پایت رو قلم میکنه. آقا داره تهدید میکنه. اگه بدونم تو با کی باید شدی با کی نباید شدی حالا آقا بریم با هم نهار بدیم. من آقا نهار میدیم. تو نهار نخوردی. نهار میدیم. قبلی ها به ما نهار بدیم. بریم آقا بریم. به قبلی های هم نهار میدیم. برو بهت نهار بدم. به همه نهار میدیم. برو آقا برو بریم به نهار. آغاز امامتت مبارک آقای زمین آسمونا با تو همه جا صفا گرفته ای جان جهان یوسف زهرا همه عبد و تو آقایی تو دلبری و مولایی همه قطره تو دریایی تو نور عالم آرایی همه پنهان تو پیدایی تو شهریار دلهایی آبادم آبادم با تو آزادم آزادم با تو هر کس با یاری معنوسه تو دنیا دل شادم با تو اللهم عجل ولی کل فرج 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 از روز ازل مهر تو افتاد در قلب مرید و عاشقانه پیوست دلم به شوق رویت راهی شده سمت جمکرانت همه بنده تو سلطانی تو جان من و جانانی همه تارو تو تابانی تو آیه های قرآنی همه روح و تو ریحانی تو درد من و درمانی معنوس با عشقت این دل جست و عشقا میشن باطل میگیرم عیدی امشب است عمو جانت ابو فاضل خب عرض تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان من پیشاپیش دوباره تبریک عرض میکنم این عید بزرگ رو امروز البته روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان هم هست این عید رو هم خدمت همه بچه های عزیزم همه خانواده های محترم تبریک عرض میکنم یکی دوتا من نکته رو خدمت شما بچه های عزیز و اولیای گرامی خیلی سریع عرض بکنم و بعدم انشاءالله میخواییم در خدمت مدیریت محترم مدرسه جناب آقای اوحدی بزرگوار باشیم. اولا اینکه بسیار تشکر میکنم از جناب آقای گودرزی و آقای آمری با تئاتر زیبایی که اجرا کردن خیلی خیلی تشکر میکنم. خسته نباشید. ارادت. نکته بعدی و بسیار مهم الان گروه های
کلاسی در تمام پایه‌ها باز هستش. خواهش هم از اولیای گرامی این هستش که بچه‌های عزیز الان در حال تماشای برنامه هستن، ازشون یه عکس لطفاً بگیرید در حال تماشای برنامه و عکس رو خودتون داخل گروه ارسال بفرمایید. چند دقیقه بیشتر از برنامه‌مون نمونده، زحمت بکشید از بچه‌های عزیز یه عکس در حال تماشای لایو برنامه یه عکس حتما تهیه بفرمایید و عکس رو به گروه کلاسی ارسال بکنید که ما مشارکت شما رو هم در واقع داشته باشیم. نکته بعدی هم عرض بکنم که بله همین الان لطفا این کار رو انجام بدید، منتظریم. گروه هم باز هستش، حتما داخل گروه ارسال بفرمایید. خواهش همین هستش که امسال هم با توجه به اینکه قطعا مسافرت ها خیلی بیشتر خواهد بود، دیدنی ها بیشتر خواهد بود، یادمون نره که انشالله موارد بهداشتی رو رعایت بکنیم که امیدوارم بتونیم سال جدید رو بدون هیچ موجی شروع بکنیم و انشالله بتونیم شاهد حضور بچه ها تو مدرسه در شرایط در واقع بدون کرونا باشیم. خب من بیشتر از این صحبت نکنم، وقت شما رو هم نگیرم بیشتر از این. دعوت میکنم از مدیریت محترم دبستان غیر دولتی المهدی، کسی که همه شما دوستش دارین، جناب آقای اوحدی بزرگوار، خواهش همین هستش که همه به افتخارش یه دست بزنید. آقا سلام. سلام علیکم. بله خیلی ممنونم. آقا در خدمت شما هستم. تبریک میگم خدمت شما، خدمت همکارای خودم که الان توی این جلسه هستن و همه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز که از خونه امسال برنامه جشن دبستان المهدی رو دارن دنبال. دومین سال شد آقا، شده دیگه سال بعد حضوری باشه برنامه. دومین ساله و من احساس کردم سومین سالیه که ما عید رو داریم با کرونا دوباره آغاز میکنیم. انشالله که به حق این روزهای عزیز، روزهای ولادت امام زمانمون، انشالله امسال دیگه کرونا بره و ما بتونیم چهره ماه گلپسرامون رو توی مدرسه ببینیم. جای بچه ها توی مدرسه خیلی خالیه، خیلی خالیه و این جشن و این شکل برنامه برگزار کردن برای ما خیلی خیلی سخته. با حضور بچه ها اگر باشه انشالله اتفاقات قشنگتری خواهد افتاد انشالله. بابای بزرگوار، مامانای بزرگوار، این ایام خیلی زحمت کشیدید، 6 ماه سال تحصیلی تموم شد، امروز هم پایان سال تحصیلی در سال 1400 هست. فرصت هست که از این ایامی که کنار هم هستیم در کنار خانواده لذت ببریم، حالمون خوب بشه و انشالله پر انرژی برگردیم و انشالله مدرسه‌مون رو دنبال بکنیم. ما امید داریم که بعد از شرایط کرونایی به صورتی باشه که بتونیم بچه‌هامون رو حضوری ببینیم، حتی اگر با همون حد اقلی که 2 روز در هفته بچه‌ها می اومدن مدرسه، بتونیم دوباره بچه‌هامون رو شرایط مناسبی باشه که بتونیم اونها رو ببینیم و کلاس‌های درس حضوری رو داشته باشیم. بچه ها از این فرصت که مونده این چند روز تا عید نوروز، قول بدید که کمک مامان باباها کنید، قول بدید تو خونه، تو خونه تکونی ها، تو خرید ها کمک مامان باباها کنید که انشالله اون لحظات سال تحویل لحظات خیلی خوبی برای شما باشه. آقای منشی‌زاده شما هم میدونید ما بالاخره کادر مدرسه المهدی یه مجموعه تقریبا 30 نفره با همدیگه کنار اولیا تلاش میکنیم که اتفاقات خوبی رو برای بچه هامون رقم بزنیم. و من معلم هامون جاشون خالیه، کلاس تموم شد از محضرشون مرخص شدیم، اما اسم همه معلم ها رو میبرم. هر معلمی دانش آموزش توی خونه هست و لبخندی میزنه. اگر اسم هر معلم رو بردم، اگر دوست داشتید برای معلم خودتون دست بزنید. ما میتونیم اون عکسایی هم که آقای منشی‌زاده
گفتن بگیرید تو گروه کلاسیتون بفرستید. بله، منتظر عکس‌ها هستیم، گروه ها باز هست، لطفاً هر چه سریع‌تر عکس‌های خوشگلتون رو بفرستید. خانم معلم هامون از پیش دبستان، سرکار خانم دربنسری بزرگوار، کلاس اولیامون خانم رفیعی، خانم گودرزی، خانم احمدی، کلاس دومیامون خانم شاد، خانم نماینده، کلاس سومیامون یه دانش آموز ما اینجا داریم اسم معلمش بردیم دست زدش، پسر یکی از معلمای بزرگوار خانم شاد اسم معلم خودش رو بردش اینجا دست زد، باریکلا. کلاس سومیامون خانم خسرو آبادی، خانم مرادیان، کلاس چهارمیامون خانم جعفر آبادی، خانم معراجی، کلاس پنجمیامون خانم جعفری، خانم نجارزاده، کلاس ششمی هامون آقای زهری پور و تنها معلمی که تو جمعمون هم هست آقای آرمان گودرزی که اینجا هم هستند، معلمایی که زحمت کشیدن آقای عامری جزو گروه. بله معلمایی که این شش ماه زحمت کشیدن تا بچه هامون بتونن امروز با خاطر آسوده بتونن این سال رو تموم کنن. معلمای فوق برنامه‌مون که خیلی زحمت می‌کشن، آقای عامری عزیز که هم امروز مجری بودن هم کار نمایشی انجام دادن، خانم ملکی بزرگوار معلم قرآن، خانم اسلامی معلم هنر، خانم فائزی معلم آزمایشگاه. مربیای زبانمون رو یاد کنیم همشون رو، خانم روستا، خانم اسکندری، خانم قاسمی، خانم علیزاده، خانم امیدی و آقای میرزایی که مسئول زبان دبستان هستند. خانم سفری بزرگوار که توی بخش اجراییمون و خانم رازینی بزرگوار که تو بخش اجرایی ما خدمتشون هستیم. آقای عباسی زحمتکش مدرسه، آقای نجفی، آقای خداداد، همه این عزیزان زحمت میکشند و کارهای مدرسه رو پیگیری میکنند. خانم آقای حمیدی و آقای عارفی بچه های رسانمون و معاونین عزیزمون که الان هم اینجا ما خدمت همشون هستیم، خانم آصفی بزرگوار، خانم عباسی بزرگوار، آقای فتایی بزرگوار، آقای منشیزاده بزرگوار، آقای چکاو بزرگوار و آقای علی آقای گودرزی که همشون تلاش کردن برای اینکه ما بتونیم انشاءالله لحظات خوبی رو در کنار شما باشیم. نکته ای دارید آقای منشیزاده؟ خواهش میکنم، عرضی نیست، اگر که صلاح میدونید خواهید عوامل تشریف بیارن سلامت باشین و دیگه از بچهای عزیزمونم کم کم خداحافظی. ما لحظات پایانیه، میخوام دعوت بکنیم از همه عزیزان که معاونینمون، عزیزان کادرمون بیان بالا و ما اون قسمت انتهای کار و پیام تبریکمون رو با حضور همه معاونین بگیم. خانم آصفی بزرگوار، خانم عباسی تشریف بیارید. بفرمایید. بله خانم شاد شما هم تشریف بیارید، چون تشریف آوردید اینجا تنها معلمی که الان رسید دیگه، ما هم گفتیم تشریف بیارن. آقای فتایی، آقای چکاف، آقای گودرزی، آقای عامری، آقای آرمان گودرزی، همتون تشریف بیارید بالا و خانم این شاد و آقای که... آلمان هم به نمایندگی بله، بله، از همه بله. معلمین عزیز، منم بیام این ورتر که جا باشه. بسیار خوب، بسیار خوب، خوش آمدین آقا، خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین، فرقی نمی‌کنه، فرقی نمی‌کنه، خوش آمدین. بفرمایید، بفرمایید. خب دوربین همه رو داریم آقای حمیدی عزیز. دوربین کامل صحنه میگیره درسته؟ همه الان هست. بله بله بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که میخوام از همه کادرمون، همه عزیزانی که زحمت میکشند و توی مدرسه تلاش میکنن برای گلپسرامون، همه با هم به افتخار گلپسرای توی خونه و اولیاشون ما یه دست خوشگل بزنیم. ما دست میزنیم. بچه‌ها هم توی خونه به افتخار معلم‌هاشون و به افتخار کادر مدرسه هم دست بزنن. یه دست بزنیم 30 ثانیه. بله بله بله. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. با یه جمله میخوام تموم کنم این جلسه رو، این جشن لایو رو که حدود 1 ساعت و 5 دقیقه هم طول کشید. ما فکر میکردیم کل برنامه‌مون 45 دقیقه باشه، ولی الحمدلله
برنامه انشالله که همه راضی باشن. من این جمله رو میگم و آقای مشیرزاده و آقای آمری جلسه رو دست بگیرن. آینه روزگار لبخند خداست، آرامش سبززار لبخند خداست، از عطر نگاه باغها دانستم نام دگر خدا لبخند خداست. دست بزنید به افتخار خود. بسیار تشکر میکنم از همه عزیزان، هم تشکر میکنم که روی سن الان هستن. باز هم جا داره که پیشا پیش من تبریک بگم نوروز 1401 رو و امیدوارم که بهترین اتفاقهای زندگی همه شما در سال جدید در واقع رخ بده. از این نیست، خدمت همه ارادت داریم. خدا یار و نگهدار همه شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا به صحرا می با خودتو فصل بهار، آریم تو باغ نکنیم گردش که گل عذاره. ای دوست دیری شیخه و شیری راتی چه غمگین، امام سراغت کور بی چراغت سختم ده داغ نارت زیادو الله دوانی که